گفتم می شود که 5 ماه می شود که کار پروژه جاده تانکتی لوگر الا چاریاسیا بس شهرداری کابل به وزارت فایدامه انتقال یافته است و گفتم می شود که این جاده در حال حاضر کار ساختش خیلی با کندی به پیش می رد و این کار نگرانی باشندگان این منطقه را برانگیخته است. جاده تانکتی لوگر الا چاریاسیا به طول 21 کیلومتر در 6 لاین برز 6 متر قرار است ساخته شود. مهمان من در این بحث مهدی روحانی سخنگوی وزارت فایدام است. روحانی صاحب سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلامت باشید. ممنون. در نخست میشه اگر بگوین که چرا جاده تانک لوگر الی چاراسیا با کندی به پیش میرود و دلیلش در چیست؟ در مجموع چیزی که مربوط به وزارت فایدام میشدن بخش اول و بخش دوم که بخش اول لاین دوم سرک کابل لوگر در حال تکمیل شدن است و بخش دومیش هم کار دربارش جریان داره که در اول مربوط به وزارت فایدامه بود. ما توانستیم که نظر به تمام مشکلات و وقت و زمان مشخصش کارایشون را به استاندارد عالی در طبق ماده قرارداد در قرارداد ما ذکر است ما را به پایان برسانیم و بخش دوم آغاز کنیم. و سرک تانگ تل لوگر الا چهاراسیا بولسوالی چهاراسیا حدودا 5 ماه میشه که از شهرداری محترم کابل به وزارت فایدامه سپرده شده و در مدت 5 ماه وزارت فایدامه ما توانستیم که بخش اولش به طول 7 کیلومتر و عرض 60 متر با 12 لین عبوری که 10 لینش مربوط به موتورهای تیز رفتار و بایسکل رانی و بقیه موضوعات میشه و 2 لینش هم مربوط به مترو بس است که ما توانستیم سروی و دیزاینش تکمیل بکنیم و اعلان داوطلبی بسپاریم و در نتیجه یک شرکت افغانی یعنی شرکت داخلی ما برنده شدن که بعد از طرف کمیسیون محترم تدارکات ملی مورد تایید قرار نگرفت شرکت داخلی چون حجم پروژه ما به حد زیاد است. این در حقیقت 21 کیلومتر است، به 3 بخش تقسیم شده 7 کیلومتر و اگر این 21 کیلومتر چون در 6 لاین ساخته میشه 12 لاین ساخته میشه که 12 لاین ما یک لاین فکر کنیم 252 کیلومتر تنهای سرک ما میشه. به ما اساس بود که باید به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون محترم تدارکات ملی یک شرکت بین المللی معتبر را به وزارت فایدامه معرفی کنه تا ما قرارداد را امرایشان امضا بکنیم. بنابراین در هفته گذشته یک شرکت معتبر بین المللی به از طرف کمیسیون محترم تدارکات ملی به وزارت فایدامه معرفی شده که فعلا هم در مراحل تدارکاتی قرار داره و بعد از مراحل تدارکاتی کار بخش اولش آغاز میشه و بخش دومش هم که 7 کیلومتر از سروی و دیزاینش تکمیل شده فعلا هم همکارای ما در بالای اسناد تدارکاتیش کار میکنه و بخش سومش 7 کیلومتر باقی مانده اش سرویش تکمیل است و فعلا تحت دیزاین است. و یک موضوع ما باید در نظر داشته باشیم که وقتی که این در 5 ماه ما توانستیم کار چیزی که مربوط به وزارت فایده بود ما انجام دادیم و یک موضوعی که از لحاظ قانون هم ما نمیتونیم که خلاف قانون عمل بکنیم. بنابراین تمام پروژه های زیربنای ترانسپورتی یک مقدار وقتگیر و زمانگیر میباشند. بنابراین باید ما مکلف هستیم که طبق پروسه قانونی و تدارکاتی بدرسته بکنیم. سال هاست که به این روال ادامه داره. پروژه چیزی که مربوط به ما شده بودن 5 ماه در طی 5 ماه ما توانستیم که سروی بخش اولش کاملا به اعلان بتم سروی دیزاینش تکمیل شد که شرکت هم مورد تایید کمیسیون محترم تدارکات ملی قرار نگرفت. بنابراین ما نمیتونیم خلاف روحانی صاحب اگر اشاره بکنید که پروژه بر چقدر مدت زیر اداره شهرداری کابل بود که نتونست این نهاد که پروژه را تکمیل بسازه؟ در مجموع چون ما نمیتونم که از شهرداری کابل نمایندگی بکنم و بنابراین هر وقت وقتی که به اونا بود مربوط به اوناست و ما حدودا 5 ماه میشه و در حدود 5 ماه ما توانستیم چیزی که مربوط به گفتنی ما همین است که وقتی یک پروژه با یک نهاد واگذار میشه که باید او را عملی بسازه پس اون نمیتونه انتقال میکنه به یک نهاد دیگه که او را عملی بسازه. این می سبب میشه که این پروژه با تاخیر روبرو شه و هر روز مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه. مردم حالا از شما میپرسن که بالاخره این جاده چه زمان کار ساخت شروع میشه؟ طبعا پروژه‌ای که مربوط به ما بودن بخش اول و بخش دوم لاین دوم کابل لوگر ما توانستیم نظر به وقت و زمان کارشان را شروع کنیم و کارشان تکمیل بکنیم و این پروژه چون داخل شهر بود زیاتر پروژه های ما داخل شهر مربوط به شهرداری محترم کابل بود میشه و بنابراین چون شهرداری محترم کابل نتونست نظر به وقت و زمان کارشان را آغاز بکنه بنابراین پروژه مربوط به وزارت فایدامه شد. در حدود 5 ماه ما توانستیم که چیزی که مربوط به فایدامه میشد ما انجام دادیم و بنابراین فعلا هم ما نظر به قانون تدارکات باید عمل بکنیم. یک مقدار وقتگیر زمانگیر شدن و ان شاء الله بخش اولش به زودی آغاز میشه و بخش دوم و سومش بعد از پروسه تدارکاتیش هم به شرکت های معتبر بین المللی قرارداد خواهم شد. بله، شهرداری کابل گفته که کار استملاک زمین های جاده کاملا تکمیل شده و پس از این مسئولیت وزارت فایدام است که باید کار ساختش آغاز شود چون چیز واقعا داره تمام مسائل استملاکی حل شده اما باشندگان در اونجا شکایت دارن که هنوزم مشکل استملاک اونجا پربجا هست. از استملاکش طور که شهرداری محترم کابل و ادارات زراعت کمره وزارت فایدامه کار میکنن اونا با ما اطمینان دادن که مقدارش مانده اونا هم تا تطبیق پروسه ما اونا
تکمیل میکنم موضوع استملاک خود و وزارت چیزی که مربوط به وزارت فایدامه است. ما مسیر سرک را مشخص ساختیم و گج اندازی شده در اونجا تمامش مشخص است و بنا آن بزودی که شرکت بین المللی ترافیک کمیسیون محترم تدارکات ملی به وزارت فایدامه معرفی شده، ما فعلا هم در مراحل تدارکاتی قرار دادیم و بعد از مراحل تدارکات ان شاء الله کارشون آغاز شد. چقدر مدت در بر میگیره این مراحل تدارکاتی؟ در مجموع چون ما نمیتونیم مشخصا بگوییم که بعض ملاحظات کمیسیون محترم تدارکات ملی می داشته باشه که بنابراین ما باید به بعضی کامنت هایشون باید جواب بدیم. اگر ما بتانیم که و شرکت قرارداد ما بتانه و به زودی شاید در جریان سال در این سال ما میتونیم ان شاء الله کارشون رسما آغاز کنیم. خب حداقل برین امیر با باشندگان ناحیه هشتم که در اونجا هستن، کسانی که اعتراض کردن اگر شریک بر از نابسازین پیش ازی اگر این کار صورت میگیره اینا نمیامن دست به اعتراضات نمیزنن. اکنون اینا نگرانی دارن و میگن که این کار ازی هیچ اصلا آغاز نخواهد شد. در مجموع اداره رهبری وزارت فایده شخص اداره شخص جناب وزیر صاحب جناب یاری صاحب برای تمام هموطنان عزیز ما باز است. کم از کمش به خاطر از این موضوع جناب وزیر صاحب 10 بار با مردم محل ملاقات داشته و جلسات خود داشته و با فعالای مدنیشان، با بزرگایشان و با تمام هموطنان عزیز ما ملاقات داشته، تمام برنامه‌های چیزی که مربوط به ما بودن اونا قناعت کردند و حتی زیادتر کامنت های ما این رقم میتونم بگم که 10% وقت ما در سر کامنت تنها می سرک سپری میشه. بنابراین بعضی هموطنان عزیز ما هستند که میخواین کل کار را یک بار صورت بگیره. بنابراین موضوع تدارکاتی است، بنابراین موضوع قانون است، ما نمیتونیم خلاف قانون بله. یک کار انجام بدیم. روحانی صاحب، اگر کار ساخت از این جاده آغاز میشه چقدر مدت در بر میگیره که تکمیل شود؟ در کل هزینه مجموعی جاده چقدر است؟ خب فعلا هزینه فعلیش که است یک در حدود 1,400,000,000 افغان است که از طرف دولت افغانستان تمویل میشه 7 کیلومترش و دو کیلومتر دیگه 14 کیلومتر میشه، چون تا هنوز در دیزاینش تکمیل نشده. بنابراین ما نمیتونیم هزینه 2 کیلومتر دیگه شه فعلا بگوییم و هزینه فعلیش بخش اولش در حدود 1,400,000,000 افغان است. اگر روی پروژه های دیگر شما هم اشاره داشته باشیم به یک از آغاز سال مالی تا کنون شما چقدر پروژه های جاده سازی را عملی ساختین میشه در کل معلومات بدین برای و اداره وزارت فایدامه و رهبری وزارت فایدامه برای اولین بار بعد از 16 سال ما توانستیم که مصرف بودجه خود را بیش از 62% بودجه خود را به مصرف برسانیم که در حقیقت 37% بودجه مصرف بودجه عمومی دولت افغانستان را تشکیل میده تنها وزارت فایدامه. بنابراین ما تمام پروژه های در ولایت های مختلف افغانستان داریم، نظر به وقت و زمانش توانستیم کارهایشان را آغاز بکنیم، ولی این را باید ما شما در نظر داشته باشیم که کارهای پروژه وزارت فایده من نسبت به دیگر وزارت خانه ها فرق میکنه، چون زیادترشان در مسیر شهرهای عمومی افغانستان قرار داره و زیادتر از انجینر سایبای ما، انجینرهای سروری ما اختطاف شدن، زیادترشان با شهادت رسیدن و در بعض نقاط بعضی از همکارای عزیز ما به خاطر تطبیق به هموطن عزیزم به خاطر تطبیق پروژه‌های ما مانع میشه به خاطر منافع شخصی ایشان که میتونن بعض ولایت های ما داریم، ولی ما امیدوار هستیم که خواهش ازی داریم که هموطن عزیز ما در قسمت تطبیق پروژه‌های زیربنای ترانسپورتی با دولت افغانستان و وزارت فایده ما همکار نباشه. بنابراین بسیار دشوار خواهم بود که ما بتانیم پروژه‌های خود نظر به وقت زمان تکمیل بکنیم. تشکر، سپاس از اینکه با ما حضور یافتید.